دوستمون نکته‌ای که مطرح می‌کنه اینه که قبلاً گفته شده بود در مورد فکت چکینگ، در مورد خبرها، در مورد چک کردن یا کنترل کردن فکت‌های خبری، ما اگر که ببینیم دو منبع معتبر، البته دو منبع کاملاً معتبر به صورت مستقل از هم دیگه، نه اینکه یکی به نقل از اون یکی بگه، یک خبری رو دارن به یک صورت گزارش میکنن، ما دیگه اون خبر رو میتونیم با ذریب اطمینان بالای معتبر تلقی کنیم. آیا در نظرسنجی ها میتونه؟ ببینید اول من اینو بگم، اصولا مؤسسات نظرسنجی معتبر اصولا اینا سورسن، اینا منبع، یعنی شما یکی از اینا اگه یه چیزی گزارش میکنه ولی اینکه با عقل ما جور در نیاد، ما نمیتونیم بگیم که خب اصلا بهش رجوع نمیکنیم، نه، ما اون رو ذکر میکنیم. گیرم تردید خودمون رو هم در ادامهش به صورت تحلیلی ذکر میکنیم، ولی نمیشه که ما اینجا میگم، باز دوباره من اجازه بدید این لفظ رو کار بریم ببرم، که من اینجا بشینم چشمم رو ببندم دهنم باز کنم بگم که گالوب اشتباه کرد. نه، گالوب عظیمتر از اینه که به این راحتی ما بهش چیز کنیم، ولی حق داریم اون رو ذکر بکنیم، نتیجه نظرسنجیش رو، و اون رو به عنوان خبر میتونیم ذکر کنیم دیگه، نمیتونیم بگیم دو تا سورس لازمه، گالوب خودش سورسه. ولی حق دارم من روزنامه‌نگار تحلیل بنویسم و دلایل تردیدم رو راجع به اون ذکر کنم. حالا یا جواب‌هایی که به تحلیل من میاد از نوعی که من متقاعد می‌کنه که من کاملا اشتباه کردم، و یا اینکه از نوعی هستش که من به این نتیجه میرسم که من میتونم شک خودم رو هنوز نگه دارم. مثال 100 ساله‌ها و بالاتر از 100 ساله‌هایی که در مورد آمریکا ذکر شد، من تکرار می‌کنم که در مورد به هر حال کسانی بود که در قرن 19 هم متولد شده بودن و لابد سطح تحصیلات بالایی هم نداشتن، اما پرسش و پاسخ‌ها و آمارگیری‌های انجام شده که موضوعش نه افراد کم سواد بلکه نخبگان جامعه بودن، و خطاهای پاسخگویی در همین حدها در اونها وجود داشته، بعضن در ابعادی باور نکردنی. یکی از محققانش نام آشنای امپریال کالج لندن، دکتر دیوید هند، در سال 2002 یک مقاله منتشر میکنه که موضوعش نتایج غیر طبیعیه یه آمارگیری در مورد اطلاعات شخصی پزشکان بریتانیا بوده. مطابق این به اصطلاح آمارگیری، تعداد زیادی از پزشکان بریتانیا طبق فرمای مشخصات خودشون که به صورت آنلاین پر کرده بودن، در یه روز مشخص یعنی 11 نوامبر 1911 به دنیا آمده بودن، و تعداد کسایی که در این روز به دنیا آمده بودن انقدر زیاد بود که به لحاظ آماری و منطقی با عقل جور در نمیومد. خب این پژوهشگر میره و در واقع راجع به این قضیه تحقیق میکنه. به هر حال به نظرش اتفاق غیر طبیعی آماری افتاده بوده که باید توتوش رو در میآورده. البته این آمارگیری هم به صورت آنلاین انجام شده بوده، یعنی فرمی بوده که باید به صورت آنلاین پرش میکردن. نتیجه خنده‌داری که به دست میاد اینه، دلیل تعداد زیاد پزشکانی که 11 نوامبر 1911 متولد شده بودن، که معنیش این بود که دلیل شک کردن اون پژوهشگر این بوده که معنیش این بوده که بالای 90 سال عمر داشتن دیگه، در حالی که بعیده که اینقدر پزشک 90 ساله به بالا که دارن کار میکنن داشته باشه، این بود که حوصله نداشتن تو فرم وارد کردن سنشون عدد درست رو وارد کنن، زده بودن 1111111، شده بود 11 نوامبر 1911. در نتیجه کلی از پزشکان طبق آمار رسمی شده بود سنشون بالای 90 سال، صفر نمیتونستن بزنن چون دستگاه قبول نمیکرد، اولین چیزی که قبول میکرد یک بود زده بود. با عرض شرمندگی خود من تا حالا از این کارا کردم، یعنی وقتی که فرمای نظرسنجی بوده که به لحاظ فرمالیته باید پر می‌کردم، و تا این سفر رو پر نکنی صفحه بعد نمیتونی بری و گرفتارم هستی، بعضی وقتا از این کارا کردم، با کمال شرمندگی اعتراف میکنم. کسان دیگه هم شاید اگه رجوع کنم با حافظشون از این کارا کرده باشن، ولی واقعیتش اینه که همین کارهای ماها بعضی وقتا اسمش میشه آمار نظرسنجی، و خدا نکنه که سرشماری. من یه اصلا سوال بیشتر روی نظر بودم، نظرتون در مورد این موضوع بودم تو کشوری مثل ایران که هنوز کل جمعیت دسترسی به اینترنت پیدا نکردن، یعنی به صورت یه روتین دسترسی به نسترسی روزانه به منابع خبری اینترنتی ندارن، نظرسنجی‌های اینترنتی به نظرم حیاتش میتونه خیلی بعید باشه، نه این علت که همه مردم دسترسی ندارن، به این علت که وقتی مثل به اینترنت دسترسی پیدا میکنه
در واقع میره بالتی یه طرفه نیست که فقط اون وبسایتی که توی اینترنت هست نظر و آرای اون فرد رو جمع کنه، این رابطه دو طرفه تبدیل میشه، یعنی خود اینترنت روی نظر و آرای اون فرد تاثیر میذاره. یعنی میخوام بگم که احتمالا تا زمانی که این دوره گذر هست، مثلا یه سیستم که اول که یه تغییر درش ایجاد میشه حالت غیر استیبل داره، تو طول میکشه تا این آروم بگیره و به یه حالت ثابت برسه. ما هم فکر می‌کنم از نظر اینترنتی ما هنوز در این مرحله هستیم، هنوز کل جمعیت در شکلی کامل و ساده به اینترنت هست داره، در حالی که تو بعد از این گذر از این مرحله ما هنوز نمی‌تونیم به در پنجه اینترنتی اعتماد داشته باشیم. نظر شما خواستم بدونم، لطفاً. بله، نکته درستی، یعنی شما نمونهش خیلی از این نظرسنجی اینترنتی که سایت‌های مختلف می‌ذاره رو نگاه کنید دیگه. اگر که فرض کنید که من فرض کنید که مثلا سایت خدمت شما عرض شود که حالا اسم من نبرم، یه سایتی که مثلا سایت مثلا نمایندگی کننده یک جریان سیاسی خاصی هست، یک نظرسنجی بذاره راجع به اینکه در انتخابات چه می‌کنید. البته شما میتونید فرض بکنید که کسانی که ممکنه هم فکر اون تریبون خاص نباشن هم برن واسه اینکه ببینن اونا چی میگن و در این نظرسنجی هم شرکت کنن، ولی احتمال اینکه افرادی که به اون سایت اساسا رجوع میکنن اساسا این نظرسنجی رو میبینن کسایی باشن که به هر حال نزدیکی هایی به لحاظ فکری داشتن به خط مشی اون سایت، در نتیجه این باعث شده که اون آدرس رو تایپ کنن یا به اون آدرس رجوع کنن و وقتی رجوع میکنن و نظرسنجی رو ببینن و به سوالاتش جواب بدن، خب بیشتره تا کسایی که لزوماً در اون خط فکری نیستن. و به همین علت هم در واقع مجموعه ای از نظرسنجی های اینترنتی که در دورهای مختلف توسط خیلی از منابع منتشر میشن، اینها واقعاً قابل اعتماد برای اینکه شما ببینید که دیدگاه های مردم به چه سمت هست نیستن. البته معنیش نیست که اینجور نظرسنجی ها به طور کلی بیفایده هستن. ببینید مثلا شما فرض کنید که مثلا یکی از اون سایت هایی که حالا دیگه چون حالا معروف هست در ایران اسم شما میبرم، مثلا سایت خبر آنلاین جز پر مخاطب ترین و پر کلیک ترین سایت های داخل ایرانه. این سایت بعضی وقتا این نظرسنجی هایی میذاره و خب حالا افراد میرن تو شرکت میکنن یا نمیکنن یا هرچی. شما ممکنه که مثلا توی این سایت یه نظرسنجی واحد نتونه براتون حجت باشه، چون کسایی که به اون سایت مراجعه کردن به هر حال لزوماً همه اقشار جامعه نیستن. اما اگر که در یک موضوع واحد یک سایت واحد به فاصله 6 ماه یک نظرسنجی بذاره، با مقایسه نظرسنجی خود اون سایت با نظرسنجی خود اون سایت یه چیزی دستتون میاد. یعنی به هر حال در همین سایت با همین محدودیت و همین در واقع مخاطبین خاص خودش افراد اومدن مثلا در خصوص این پدیده اینقدر نظر دادن، بعد همون مخاطبان که به هر حال میشه حد زد که خیلی تفاوت نکردن در 6 ماه، اگرچه این فرض که تفاوت نسبی داشته باشن منتفی نیست، میبینیم که مثلا یک تفاوت یا تغییر معنیداری در پاسخشون ایجاد شده. اینها چیزایی که به هر حال کسایی که این عدد و رقم ها رو آرشیو میکنن، بررسی میکنن، زیر ذره بین میذارن، همه اینها براشون مهمه. در نتیجه حتی این نظرسنجی های اینترنتی هم برای افراد مهمه. در حالت عادی، البته این حالت عادی که میگم وجود نداره در مورد ما در خیلی از مواقع، ولی این در حالت عادی خیلی وقتا اگر شما مثلا بنده متمایل به چپ هستم، یک نظرسنجی در روی سایتم میذارم که بعد اون نتیجهش متمایل به راست در میاد، یعنی همه خلاف من که سایت مال خودم فکر میکنم، در حالت عادی باید معنیدار باشه. اما حتی اون هم جدیداً معنیدار نیست دیگه، به این خاطر که کمپینای اینترنتی رو راه میفته، افراد به هم خبر میدن همه برید اونجا یه همچین رأی رو بدید برای اینکه مثلا روی مثلا این جریان رو کم بکنید. در نتیجه واقعا یک همچین کارهای سازماندهی شده ای به طور کلی الان دیگه بعضی از اینها رو سخت میکنه راجبش ما قضاوت بکنیم. اما اگر که اشاره شما به اون روشی هستش که عرض کردم که اون دوست نخبه ما در استرالیا بر مبنای اون تونسته بود از طریق چیزهایی که رو اینترنت وجود داره نتیجه انتخابات رو با ذریب اطمینان خیلی بالای پیش بینی بکنه، اجازه بدید که من در مورد اون فقط این رو ذکر بکنم که فکر میکنم اون بحثش
گسترده تر از اینه که در یک فرصت کوتاه بتونیم راجعش صحبت کنیم. شاید اون احتیاج به یک بحث جداگانه ای داره و شاید کسی مثل خود همون دوستمون اگر در درجه اول بیاد صحبت بکنه راجبش بهتر باشه، وگرنه حالا افراد دیگه باید این کارو بکنن. به هر حال در اون روش مبنا بر این نیست که کی چیو قبول داره، مبنا بر اینه که یک پدیده یا اسم یا کالای تبلیغاتی یا کاندیده انتخاباتی چند بار اسمش ذکر میشه، یعنی اساساً چقدر افراد به این آدم اهمیت میدن و به اون برای اون وزن قائلن. البته روش هم وجود داره برای اینکه ذکر منفی و مثبت رو تشخیص بدیم، چون ممکنه کسایی رو ذکر بشن ولی ما ذکرشون کردیم که بهشون فحش بدیم. به هر حال اون مقوله دیگری، ولی حرف شما رو به طور کلی قبول دارم که نظرسنجی های اینترنتی بسیار گمراه کننده ان و متاسفانه بعضن بسیار بیشتر از اون چیزی که وزن آماری دارن جدی گرفته میشن و وزن منطقی دارن جدی گرفته میشن. خواهش میکنم. نوشتن که ممنون از اصلا نفاره، ممنون آقای باستانی عزیز. سوال من برمیگرد به بحث مربوط به نظرسنجی ها. چه فرمودید در مواردی با توجه به اطلاعاتی که وجود دارد امکان برمیست که صحت و صبح نتایج وجود دارد، مانند مثال رجوع به رسانه های داخلی و خارجی؟ این اتفاق در مواردی نمی افتد اطلاعاتی در زمینه نظرسنجی وجود ندارد یا اطلاعات محرمانه است یا ممکن است حتی فکت ها به هم یا غیر هم و از روی برخی مقامات دولتی و بین نادرست یا غیر دقیق ارائه شود. سوال مشخص من این است، چطور باید چنین فکت هایی را بررسی کرد که در دام نیفتاد و در کار خبررسانی اشتباه نکرد؟ بله، خدمت شما عرض شود که جواب سادهش اینه که به سختی، یعنی واقعا راه ساده ای نداره. بعضی وقتا همونطور که به درستی اشاره کردن دوستمون، قضیه در حد غیر ممکن میشه. حتی در گذشته شما در مواردی در کشور توسط نهادهای ارشد حکومتی نظرسنجی های مهمی صورت گرفته که با وجود اینکه به هر حال تشکیلات محافظه‌کار در ایران، یعنی نهادهای حکومتی محافظه‌کار خیلی بیدر و دروازن، اگر به من اجازه بدین لفظ رو به کار ببرم، یعنی اینکه با وجود اینکه به هر حال خیلی از چیزها رو هی تاکید میکنن اینا اطلاعات عمومی نیست، اینا اطلاعات طبقه بندی شده است و امثال اونها، هر از گاهی یه کسی میبینید یه جایی دهن شما میکنه و یه چیزی میگه که شما اگر که دنبال جمع کردن فکت ها باشید چیزهای مهمی از توش میتونید بفهمید. ولی معذره که خیلی از کارهایی که به صورت نظرسنجی انجام شده در این دستگاه‌ها واقعا تا بعد از مدت ها هم کسی ازشون مطلع نشده.